دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود بر شما. 17 برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنیم. موضوع برنامه امروزمون وجود کار و درآمد هست. مؤسسان حزب سکولار دموکرات ایرانیان از همون روزهایی که عاقبت به تأسیس این حزب منجر شد، مهمترین برنامه کار خودشون رو در ایران آینده ایجاد کار و شغل دونستن و معتقد بودن که حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون هم به دلیل ناتوانی در اداره درست کشور و هم به منظور منفعل نگه داشتن جامعه به صورت سیستماتیک و علاوه بر گسترش اجحاف و پارتی بازی و انکار اهمیت شایسته سالاری سعی میکنه قشر جوان جامعه رو سرگردان و معتاد و متمایل به پذیرش فساد نگه داره. در نتیجه در حال حاضر تعداد بسیاری از جوانان ما سربار خانواده هاشون هستن و متاسفانه از تحصیل، کسب مهارت، ازدواج و تشکیل خانواده و داشتن مسکن و بهداشت محروم هستند. و حکومتی که بعد از این جنایتکاران تشکیل میشه، مهمترین کارش کارآفرینی به صورتهای مختلفه. در این برنامه به تفکر پشت این گونه برنامه ریزی ها میپردازیم. ازتون دعوت میکنم به ویدیوی توجه کنید که متن اون رو دکتر نوری‌الله نوشتن. بعد از تماشای ویدیو هم مثل همیشه به بخش هم‌اندیشی برنامه میریم. با ما باشید. مهمترین شاخصه جامعه مدرن و معمولی اینه که افراد اون جامعه بتونن به امکانات و خدمات گوناگون دسترسی داشته باشن. شاید آمریکایی‌ها نخستین مردمانی بودن که این شاخصه حیاتی رو در عبارت رویای آمریکایی خلاصه کردن. این اصطلاح ناظر بر این باوره که در ایالات متحده صرف نظر از پیشینه یا موقعیت اجتماعی هر کسی میتونه از طریق سخت کوشی، عزم راسخ و ابتکار فردی به موفقیت و زندگی راحت دست پیدا کنه. گوهر این ایده اینه که هر آمریکایی در رابطه با افراد دیگه برای دستیابی به اهداف و آرزوهای مادی مثل داشتن خونه، راه اندازی یه تجارت، دستیابی به ثبات مالی و لذت بردن از یه سبک زندگی راحت از فرصت برابری برخورداره. این رویا سنگ بنای فرهنگیه که الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان شده. یعنی مردمی که برای زندگی خودشون رویاها و اهداف مختلفی در سر دارن و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن جامعه‌ای که در اون فرصت تحقق این رویاها و اهداف وجود داره. شاید اصلا بشه گفت که تعریف یه زندگی معمولی همینه. متاسفانه فرهنگی که بر اساس تحقیر زندگی دنیوی بنا شده و نگاهی که در اون ترک دنیا عامل اساسی رسیدن به زندگی بهتر در جهان خیالی پس از مرگ، دقیقاً در راستای خلاف راستای رویای آمریکایی عمل میکنه. این فرهنگیه که راویان جائل اونو به پیامبرشون نسبت دادن که گفته الفقر و فخری، یعنی اینکه من به فقر خود افتخار میکنم. البته هرچند که نمایندگان این دین که توی فرهنگ ما بهشون میگن آخوند، از همه آدمهای دیگه پرخورتر، شهوترانتر، دوستر و فاسدترن و در این حال تلاش میکنن تا جامعه رو فقیر و محتاج به خودشون نگه دارن. فرهنگ فقر فرهنگ فریبامیز راضی نگه داشتن آدمیزادیه که از کمترین امکانات زنده بودن برخورداره و قرار نیست برای داشتن زندگی بهتر رویایی در سر داشته باشه.
اما اگه در مورد جامعه‌ای که در اون امکان زندگی معمولی بی درد سر و آرام بخش وجود داره مطالعه کنیم و بخوایم سنگ بنای چنین جامعه‌ای رو پیدا کنیم، خواهیم دید که همه چیز به داشتن کار برمیگرده. هر انسانی، البته اگه خودش یا پدرانش از راه‌های غیرقانونی ثروتی به هم نزده باشن، در سرآغاز زندگی اجتماعی در عین وجود نیازها و احتیاجاتی که داره، غیر از زندگی و عمرش و غیر از توان بدنی و ذهنیش و مهارت و استعدادهاش، دارایی دیگه‌ای نداره و داشتن کار مهمترین وسیله‌ایه که این دارایی مختصر رو تبدیل به درآمد یا توان مالی می‌کنه و همین درآمد به آدم توان میده تا بتونه نیازهای خودش رو برآورده کنه. در واقع سنگ بنای جامعه پیشرفته و شکوفا وفور کار برای افراد جامعه است و کسانی که بتونن برای جامعه کار ایجاد کنن در واقع سنگ بنای یک زندگی بی درد سر معمولی رو فراهم کردن. فرد اجتماعی با داشتن کاری که بتونه از عهده‌اش بر بیاد وارد چرخه مهمی میشه. کاری که تولید کننده درآمده و درآمدی که امکان دسترسی به خواسته ها رو فراهم میکنه. به همین دلیله که نرخ بیکاری در هر جامعه مهمترین شاخص نزدیک شدن یا دور شدن اون جامعه از زندگی معمولیه. اما توی یه جامعه چطوری میشه به روند آفرینش کار رسید و برای افرادش امکان رسیدن به زندگی بی درد سر معمولی رو فراهم کرد؟ در اینجاست که ما باید در روند کارآفرینی به قدمهای پیشین توجه کنیم. تجربه بشری نشون داده که مهمترین قدم در روند کارآفرینی تمرکز بر تولیده. تولید 1001 پدیده مورد نیاز انسان، از کفش تا هواپیما و از کلاه تا زیر دریایی، از کشاورزی تا صنعت و از ادبیات تا تئاتر و سینما. اما دست زدن به تولید نیازمند یه عامل دیگه هم هست که مصرف نام داره. روند تولید زمانی ادامه پیدا میکنه که بشه کالای تولید شده رو به دست خریدار رسوند. فروش روی دیگه سکه مصرفه که اگه وجود نداشته باشه چرخه تولید هم به زودی متوقف میشه. برای بالا بردن سطح مصرف نیاز به وجود درآمد داریم و درآمد از طریق وجود کار به دست میاد. یعنی کار، درآمد، خرید، مصرف، تولید، کار. از هر کدوم از این منازل که آغاز کنید ناچارید که بقیه منازل رو هم طی کنید. عکس این مطلب هم صادقه. در این چرخه هر بخش که از کار بیفته کل چرخه دچار زوال میشه. تولید کار ایجاد میکنه و کار درآمد میاره. درآمد امکان خرید میده و امکان خرید خودش به مصرف منتهی میشه. و مصرف هم نیازمند تولیده. جامعه‌ای که تولید نداشته باشه نمیتونه کار و در نتیجه مصرف ایجاد کنه و بنابراین مثل چرخی میشه که ناچار به ایستادن و زوال خواهد بود. در این میون باید توجه داشت که همه این روندها در داخل جامعه اتفاق میفته و جامعه دارای یک دستگاه مدیریتی کلان به نام حکومت هم هست. در دنیای معاصر ما با چندین نوع حکومت روبرو هستیم که هر کدومشون به لحاظ وضعیتی که در رابطه با کار دارن از دیگری مشخص میشن. برای مثال میشه دید که در جامعه هایی با ثروت طبیعی مثل نفت و گاز، کل جامعه قادر میشه که برای مدت کوتاهی از تولید دست بکشه و به واردات بپردازه. در این حال اگه کار نباشه اما منابع طبیعی وجود داشته باشن، این حکومته که سهم شیر رو برمی‌داره و بخور و نمیر اندکی رو هم به مردم بی‌قدرت میده. چنین جامعه‌ای چون از تولید باز میمونه شش اسبه به سوی ویرانی میره. به این ترتیب میشه دید که در برابر منابع طبیعی تمام شدنی، کار تولیدی منبعی لایزال محسوب میشه. شاید بد نباشه که همینجا به نظریه مازلو در مورد نیازهای انسان هم اشاره داشته باشیم. آبراهام مازلو یه روانشناس آمریکایی بود که بیشتر به خاطر ارائه نظریه انگیزش در انسان و سلسله مراتب نیازها به شهرت رسید. نظر او مبتنی بر این بود که نیازهای انسان در یه نظم سلسله مراتبی قرار دارند، با اساسی ترین نیازهای فیزیولوژیکی در پایین و پس از اون ایمنی، عشق، تعلق، احترام و خودشکوفایی در بالا. بقیده مازلو انسان‌ها قبل از اینکه به نیازهای سطح بالاتر برسن، باید نیازهای سطح پایین خودشون رو ارضا کنن. اما هدف نهایی هر انسانی رسیدن به خودشکوفاییه که طی اون انسان به تحقق تمام امکانات خود دست پیدا می‌کنه.
این نظریه مازلو تا همین امروز به طور گسترده‌ای در زمینه‌های روانشناسی، آموزش، مدیریت و توسعه شخصی تأثیرگذار بوده. حالا اگه اون چرا که در مورد کار و درآمد گفته شد به نظریه مازلو در مورد سلسله مراتب نیازها پیوند بدیم، در میابیم که گوهر رویایی که با ذکر اون سخن امروز رو آغاز کردیم چگونه از پرداختن به نیازهای ابتدایی انسان آغاز میشه، اما پرداختن به نیازهای بالاتر او رو در داخل دایره تولید و کار قرار میده و اگه این دایره معیوب و ناکارآمد باشه چگونه جامعه‌ای ناقص و غیر معمولی و غیر انسانی به وجود میاد. در این مورد بسیار میتوان سخن گفت. مطلبی که باقی میماند و باید ما برای آسایش بیشتر شما به آن فکر بکنیم، قسمت تولید بیشتر و درآمد بیشتر با شما، ولی کمک به تهیه مسکن، چه سازمانی و چه شخصی برای دوره‌های بازنشستگی شما از مطالبی هست که حتما همیشه مورد توجه ما بوده و خواهد بود. چندین چیز هزینه زندگی را تثبیت میکند. از همه مهمتر خانه است و کرای خانه که با آن اشاره کردیم. دوم لوازم جاری زندگی است که این به میل هر دکانی هر روز قیمتا نوسان پیدا نکنه. که یک فامیل ایرانی، حالا صحبت از کارگر میکنیم، این حساب زندگیش روشن باشه. مخارج اصلی مخارج کرای خانه است و تهیه مایحتاج زندگانی. به همدیگر تبریک بگویید که در مملکتی زندگی میکنید که هم شما قدر آن میدانید و هم آن مملکت قدر شما را. زمانی که فراخوان میدم، همین آقایونی که آقای علی کریمی امثال علی کریمی فراخوان میدم، بیایم خیابون، میلیونی بیایم خیابون، بذار تاییدش کنید. یعنی ما تایید میکنیم که مردم ایران این آخوندهای لعنتی رو نمیخواید. چجوری بگید؟ من یه جوونم، پارسال مغازه خودم یه مغازه گرفتم 50 میلیون. امسال صاحب مغازه اومده به من میگه 250 میلیون. من چیکار کنم؟ ما داریم تو ایران زندگی نمیکنیم، یعنی مرده متحرکی. الان من دارم حرف میزنم، عشق من در اومده. اینو به کی بگم؟ من نه جوانی کردم نه زندگی کردم. من الان خودم شخصا 4 سال ازدواج کردم، جرأت نمی کنم یه حرکتی کنم. نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه کار درست حسابی دارم. آقا اینو با به کی بگید؟ ای ملت ایران، تو خونه هاتون هر کدوم الان سن ازدواج تو جوانا رسیده به 50 سال. میخوای کجا برید؟ کجا میخواید به کجا برید؟ یعنی 50 سالش طرف ازدواج نکرده. من الان 38 سال منه، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، نه کار درستی دارم. الان مغازه‌ای که میگم مغازه گرفتم 50 میلیون، الان اومده آقا به من میگه 250 میلیون، یعنی کارم دیگه باطل شد. کار من باطل شد، یعنی الان یه بیکارم با 38 سال سن. از 15 سالگی هم کار کردم، من عاشق درسم بودم، نتونستم. همین آخونده نذاشتم من درسم رو ادامه بدم. از فرد، از بدبختی، از بیچارگی. خب دوستان، موقعی که ویدیو رو می ساختم داشتم با خودم فکر می کردم که تک تکمون تمام این ماجراها از جمله بیکاری و مشکلات کار و شغل و درآمد رو در ایران به نوعی هر کدوم تجربه کردیم و باز با خودم فکر می کردم که چقدر خوشحالم که عضو حزبی هستم که ایجاد و آفرینش کار رو در سرلوحه برنامه خودش قرار داده.
اولین کسی هم که وقت گرفته تا در مورد عنوان برنامه امروزمون صحبت کنه خانم شبنم بدری، بفرمایید. خواهش میکنم. خسته نباشید خانم قیاسان. من میخواستم در ادامه صحبتهای دوستان این رو بگم که خب متاسفانه در ایران ما امروز میزان وابستگی یک فرد به حکومت دیکتاتوری اسلامی نقش اصلی رو بازی میکنه به جای شایسته سالاری در بسیاری از موارد، از جمله در استخدام یک فرد در شرکت های دولتی و بزرگ و در بسیاری از موارد دیگه. داشتم نگاه میکردم به رتبه بندی معلمان، به طریقه رتبه بندی معلمان، دیدم که نوشته به طور مثال داشتن مدرک کارشناسی ارشد فوق لیسانس 60 امتیاز داره و داشتن عضویت در پایگاه بسیج هم به همون اندازه 60 امتیاز داره و یک مطلب دیگر نوشته بود 70 امتیاز داره، باور به ارزش های اسلامی و انقلابی و روحیه جهادی، این یکی 70 امتیاز داره در رتبه بندی معلمان. و خب میدونیم که منظورشون چی هست از باور به ارزش های انقلابی و روحیه جهادی، میدونیم که منظورشون چی هست و چه معنی داره عضویت در پایگاه بسیج، یعنی کشتن بچه های مردم هر موقع که حکومت بخواد، یعنی معلمی که قرار هست به بچه های مدرسه درس بده معلمشون باشه، همون بچه ها رو هر موقع که حکومت بخواد باید بتونه بکشه. و باز هم متاسفانه در ایران ما امروز که مردم زندگی معمولی ندارند، خب مثلا جوان ها به طور مثال بر اساس علاقه شون به یک رشته تحصیلی و شغلی وارد دانشگاه میشن به این امید که بعد از تمام کردن دانشگاه بتونن در اون زمینه کار کنن. مثلا یک فردی که در یکی از شاخه‌های مهندسی فارغ التحصیل شده، علاقه به طراحی داره، ساخت داره، تولید داره، ولی وقتی که نگاه میکنه به آگهی‌های کار چیزی که میبینه، حالا اگر بخوام خیلی خوشبینانه بگم، این هست که از هر 100 تا آگهی میبینه که یک آگهی مهندس طراح هستش، 99 تا آگهی مهندس فروش. یعنی ایران تحت حاکمیت این دیکتاتورها تبدیل شده به مکانی فقط صرفاً برای وارد کردن انواع کالاها و بعد هم خب بازاریابی و فروششون، به جای اینکه جایی باشه برای طراحی، ساخت و تولید. و خب اون مهندس جوان هم میبینه که در بسیاری اوقات مجبوره که کلن فراموش کنه اون علاقه به طراحی و ساخت و تولید رو، و به خاطر اینکه جایی وجود نداره که بخوان اون رو برای این کار استخدام کنن. ولی خب امیدواریم خیلی زود با تلاشی که ایرانی ها به خصوص جوان ها دارن میکنن ایران رو طور دیگه ای ببینیم. مرسی، ممنون. سپاسگزارم. عرض کنم که نفر بعدی که وقت گرفته آقای فرشید آقازاده، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون خانم قیاسفند. همون جوری که در ویدیو هم بود، دو مطلب، یکی سیاست های دولت و یکی مکانیزم اقتصاد بازار، باعث ایجاد تعادل در توزیع فرصت های تجاری، شغلی و معیشتی میشه. در یک کشوری مثل ایران که قسمت اصلی درآمدهای کشور فروش منابع طبیعی است،
اون مکانیزم بازار که باعث تعادل در فرصت های ایجاد در توزیع فرصت های شغلی و معیشتی بشه وجود نداره. بنابراین در کشور ما خیلی بیشتر از حالت کشورهایی که دارای صنایع و تولیدات هستند سیاست های حکومت ضرورت داره که عاری از تبعیض باشه، به شکل اینکه چون دولت منشأ اصلی شکل دادن شیوه تولید در کشور، بنابراین سیاست های دولت خیلی بیشتر از تاثیر بازار میتونه در رفع تبعیض در کشور تاثیر بذاره. همین، خیلی ممنون از من. سپاسگزارم. خانم راضیه آقا جری بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم قیاسفند عزیز، سلام دوستان گرامی. همونطور که همه میدونیم در حال حاضر فضای تولید و اشتغالزایی در ایران محدوده و مردم با توجه به تورم روزانه متاسفانه توان خریدشون هر روز محدودتر میشه و واقعا درآمد در خانواده هایی که تازه دارای منبع درآمد و شغل هم هستند در یک ماه پاسخگوی نیازهای اون خانواده نیست و این در شرایطی رخ داده که دسترسی افراد جویای کار و جوانان داوطلب کار در جامعه ما واقعا به طور فاجعه باری داره ناممکن میشه به کار و به شغل. متاسفانه جوانانی که با انگیزه خیلی بالا میرن دانشگاه درس میخونن و رویاشون وارد شدن به بازار کار، حالا کار مرتبط با تحصیلشون، کار مورد علاقه شون، اما متاسفانه به محض فارغ التحصیل شدن و همون بعد به ورود به بازار کار متاسفانه دچار افسردگی و سرخوردگی میشن. چرا؟ چون که با نبود فرصت شغلی مناسب و نبود شرایط سالم و شایسته سالاری مواجه میشن. بعضی از این نیروهای جوان به خاطر نیاز به منبع درآمد برای خانوادهشون ناچارن در شرایط بسیار بدی و در قسمتهایی که کوچکترین ارتباطی با تخصص و تحصیلشون نداره مشغول به کار بشن، با کمترین دستمزد گاهن. و حالا فاجعه در جامعه ما و خصوصا در طبقه آسیب پذیر و شکننده کارگری، اونم کارگری تحت سیاست های غلط مربوط به اقتصاد و امور کار حکومت جمهوری اسلامی، اونجایی رخ میده که کارفرما این وضعیت رو میبینه، میبینه که چقدر فرصت‌های شغلی کم هست و چقدر ما جوان بیکار داریم و با دیدن این شرایط اصلا به طور عجیب غریبی ترغیب میشه به نادیده گرفتن حقوق کارگری که مشغول به کاره و کار داره. یعنی کارگر بیکار رو علیه کارگری که شغل داره نگه میداره روبروی اون. و چطور این اتفاق میفته؟ شما وقتی میبینه که انقدر جوان بیکار هست با کارگر قرارداد نمیبنده، کارگر رو بیمه نمیکنه، حقوق خیلی کمی به کارگر پرداخت میکنه، اون هم اصلا سر موعد مقرر پرداخت نمیشه و متاسفانه کارگر به محض اعتراض با اخراج مواجه میشه، چون کارفرما خیالش راحته که میتونه به محض اخراج این به جوانان بیکار دیگه مراجعه کنه و اونها هم ناچارن برای رفع نیازها و تأمین معیشت خانوادهشون به هر شغلی با حقوق بسیار پایین تن بدن. متاسفانه
کما اینکه دیدیم در بسیاری از این فرصت‌های شغلی که اصلا انصاف درشون رعایت نشده به همین دلیل عدم امنیت، کارگر روزمزد در فضای بسیار پرخطری که آموزش کمترین آموزشی ندیده و اصلا با وسایل ایمنی حتی نمیدونه چطور کار کنه و حتی در دسترسش قرار نگرفتن کار میکنه و تن میده، حتی با چند ماه به چند ماه حقوق نگرفتن تن میده به کار کردن در فضای پر ریسک که اون رو در معرض روزانه از دست دادن جونش قرار میده کار میکنه و تن میده و اینا متاسفانه خیلی تلخن. بماند که وجود بیکاری های متعدد متاسفانه باعث افزایش چه معضلات اجتماعی میشه، مثل حالا هممون میدونیم دیگه، بزهکاری، فحشا، اعتیاد، سرقت و و و و و از طرفی افسردگی و مشکلات روحی روانی که یهو نشاط جامعه رو از بین میبره و متاسفانه جامعه‌ای که شاد نباشه هم هیچ وقت نمیتونه تولید کننده باشه، خلق کننده باشه، جامعه پویایی باشه متاسفانه. سپاسگزارم آقای شمس‌الدین دارابی، بفرمایید. خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود که در رابطه با این موضوع کار و اینکه چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، ما امروز میبینیم یه حکومت مذهبی که بر کشور ما حاکم هستش این زندگی معمولی رو ازش سلب کرده، چرا که ماهیت این حکومت این هستش که توی این دنیا نباید زندگی کرد و ما به ما پاس میدن برای آینده فردایی که اصلا ناپیدا هستش. یعنی شما در این دنیا فقر رو تحمل کنین، مرارت بکشین، سختی بکشین، اما اون دنیا برای شما حوری، بهشت، نمیدونم شراب یا هر چیز دیگه فراهم میکنه، اونجا هستش که یه زندگی خوبی داشته باشه. در ایران فعلی نه اینکه کاری انجام نشه، اما همین کاری که انجام میشه یک تضادها و تناقضهایی وجود داره که باعث شده اون چرخه‌ای که در ویدیو اعلام شدهش اون چرخه کامل نیستش و این باعث میشه این کامل نبودن این چرخه زندگی معمولی رو از مردم سلب کرده. آقای دکتر نوری، الان من خاطرم هست که قبل از اینکه حزب سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنن، تأسیس بکنن، قرار بود اسم حزب ما حزب کار باشه. یعنی چقدر سکولار دموکراسی و این جنبش و حزب بودن کار رو برای یک جامعه مهم میدونه و اولویت اول هستش که میتونه اون جامعه رو شکوفا بکنه، میتونه تبعیض‌ها رو از بین ببره، میتونه برابری و دسترسی رو برای همه مهیا کنه. مرسی از شما. سپاسگزارم. آقای حسین سائی، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون خانم یاسمن. من هم یه مورد دیگه هم که به ذهنم رسید و به نظرم اومد مفید راجع بهش صحبت بشه تو این بخش، این هست که ما داریم در رابطه با کار و درآمد صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم که حالا شاید یک حلقه مفقوده توی ویدئو ما وجود داشته باشه و اون هم بخش سرمایه باشه. عملا برای ایجاد هر فعالیت اقتصادی که منجر به تولید بشه یا ایجاد یک خدماتی رو منتج بشه نیاز به سرمایه گذاری هست و سرمایه گذاری هم به تناسب نیازمند ثبات و اطمینان سرمایه گذار از اون بازاری هستش که قرار اون پول و سرمایهش رو بیاره و در اونجا قرار بده. ولیکن وقتی میبینیم که حکومت اسلامی با سیاست‌های بی‌ثبات کنندهش در منطقه و خود کشور سرمایه گذارهای خارجی رو که فراری میده، سرمایه گذارهای داخلی هم به دلیل عدم ثبات و عدم اطمینان به شرایط بازار به جای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن در ایجاد یک تولید، یک کارگاه تولیدی یا یک سیستم خدماتی ایجاد کنن، سعی میکنن سرمایه هاشون رو متمرکز کنن در بازارهای ثانویه و غیر فرعی عملا اقتصادی مثل دلار، ارز، سکه، ماشین، خونه
و عملا سیستم های غیر مولد و این امر خودش منتج میشه به کاهش تولید و کاهش میزان مثلا کاری که در جامعه وجود داره و متاسفانه بازم عرض میکنم که خود حکومت هم به دلیل ناتوانی از مدیریت صحیح این سیستم هم در گرداب این سرمایه های سرگردان گرفتار میشه، هم خودش در بعضی مواقع دامن میزنه به این سرگردانی برای کسب درآمد، برای پوشش دادن به کسری های بودجهشون و سایر مشکلاتی که دارن. پس خیلی به نظر من این قضیه هم مهم هستش که ما ببینیم که اگر بتونیم ترغیب کنیم یا بگیم اینطوری بگم در یک زندگی معمولی، در یک کشور معمولی، با یک حکومت معمولی، حکومت و سیستم ترغیب میکنه افراد رو به سرمایه گذاری و ایجاد یک بنگاه اقتصادی. از این بنگاه اقتصادی افراد با کار کردن منتفع میشن و اون چرخه که شما فرمودین از کسب درآمد، خرید و مصرف شکل میگیره و این لوپ شروع میکنه به چرخش یا بگیم این موتور اقتصادی شروع میکنه به حرکت. یه مثال دیگه که جالب هست در این بحث مثلا همین منابع طبیعی هست که ما مثال خیلی خوبشون نزدیک خودمون داریم که نروژ هست. با وجود داشتن منابع عظیم نفتی، به جای اینکه این پول رو واریز کنن و سرازیر کنن به بازار داخلی و اقتصاد داخلیشون که سوق بده سیستم داخلی رو و اقتصاد رو به یک اقتصاد مصرفی، تمام این پول رو سعی میکنن حد اکثر ممکن سرمایه گذاری کنن در سیستم های خارجی و به این نفت ساپورت میکنن و حمایت میکنن تولید کننده و اقتصادهای داخل کشورشون رو و اجازه نمیدن اونا آسیب ببینن به خاطر اون میزان بالای واردات که جنسایی که میشه خرید از سیستم های مثلا اینترنتی یا از خارج از کشور نروژ و همه وارد بشه تو اون سیستم. این یک کار بزرگیه که اقتصاددان های نروژ کردن توی سالهای 30-40 سال اخیر که باعث شده اقتصاد نروژ هم اقتصاد فعالی باشه، هم مردم ثروتمندی داشته باشه و در این حال اون پویاییش رو حفظ کنه، در صورتی که ایران همون پول رو میگیره و به جای اینکه سرمایه گذاری کنه در کارهای زاینده، کارهای کمک کنه به اقتصاد کشور، همش رو در ایجاد بحران و بحران سازی توی منطقه و کشورهای اطراف هزینه میکنه و عمدن دور میریزه. ممنون. سپاسگزارم. میخواستم از آقای دکتر نوریالا که نویسنده این مطلب هستن خواهش کنم که قدری در مورد موضوع رویای آمریکایی توضیح بدید. خیلی خوب میشه، حداقل من خیلی اطلاعاتی در این مورد نداشتم. من البته فکر میکنم که توی ویدیو هرچی گفته شدش راجع به رویای آمریکایی بود. برای اینکه رویای آمریکایی یعنی اینکه من کار داشته باشم، از طریق کار درآمد داشته باشم و از طریق درآمد به آنچه که میخوام برسم. همش هم روی هم هرم مازلو که نگاه کنیم از اون ابتدا شروع میشه تا برسه به انتها. ولی من اگر که اجازه بدید به یه نکته دیگه‌ای که توی ویدیو نپرداختم بهش بپردازم. توی ویدیو خانم قیاسفند تصویرهایی که گذاشتن، یکی از تصویرها اون حرکتی بودش که دوتا دایره می اومدن، از یه طرف کارآفرینی بود و یکی کسی که دنبال کار هستش و اینها می رسیدن به هم دیگه و عرض کنم که به کار و درآمد ایجاد می شد. من خواستم بگم که در یک جامعه معمولی، خب من در خیلی جاهای دنیا در طی این 50 سال گذشته زندگی کردم، به نظر من میرسه که یه روشی وجود داره برای کار پیدا کردن، کار گرفتن، درآمد داشتن و یه ضد روش وجود داره که این دوتا با همدیگه تو هر جامعه ای کم و زیاد وجود داره. مثلا تو این امریکا یه کسی که مثلا پسر من از دانشگاه
فارغ التحصیل شده آمده بیرون و میخواد کار بکنه. خب اولین کاری که بهش میگن تو دانشگاه هم بهش میگن، به عرض کنم که توی رادیو تلویزیون هم همیشه هست، این که آقا بشین و یک شرح حالی از خودت بنویس، به اصطلاح بهش میگن رزومه به فرانسه. مثلا بگو که مشخصاتت چیه، سنت چی چیه، نمیدونم تحصیلات چه کردی، چه مهارت هایی داشتی، چه سوابقی رو داشتی و غیره. این رزومه رو که تقریبا من آدمی رو نمیشناسم که واقعا زندگی اجتماعی میخواد بکنه و میخواد وارد جامعه بشه و اولین کاری که بهش میگن اینه که آقا رزومه خودت رو تهیه بکن. بعد بر اساس اون چیزی که توی این رزومه نوشته میشینه فکر میکنه که چه شغلی رو میتونه بگیره با این مشخصات. یعنی نمیتونه بیاد بگه که آقا من با این مشخصات میخوام فردا مثلا برم فضانورد بشم. هر کسی به مشخصاتی که واقعا داره فکر میکنه و در نتیجه به بازار کار نگاه میکنه و کارهایی رو که به اون مشخصات و اون توانایی ها و مهارت ها میخوره رو مورد آماج هدف خودش قرار میده. بعد خب برای این کارهایی که وجود داره شروع میکنه تقاضانامه نوشتن و وقتی که اگر که تقاضانامش هم قبول بشه و دعوتش بکنن برای یک مصاحبه، خودش آماده میکنه برای اینکه پاسخگوی پرسش های احتمالی اونها باشه. در سوی دیگر قضیه کسی هم که کارفرما هست، خب اول میشینه میبینه که به فلان کار احتیاج داره، بنابراین میشینه مشخصات اون کاری رو که براش کارمند میخواد بگیره رو روی کاغذ میاره، پست و بلندش میکنه و غیره و اون رو به صورت یک آگهی مثلا منتشر میکنه و شروع میکنن متقاضیان تقاضاهای خودشون رو فرستادن. این مطالعه میکنه، از بین اونها مثلا 10 نفر رو انتخاب میکنه که بیشترین امکانات رو و مشخصات رو دارن نسبت به اون کاری که این داره و بعد دعوتشون میکنه به مصاحبه یا حتی چند تا مصاحبه، مثلا مسئول کارگزینی، مسئول کارگاه، هر کدوم اینها مصاحبه های خودشون رو انجام میدن و بعدم استخدام میکنه طرف رو و یه دوره کارآموزی هم برای طرف میگذاره که عرض کنم که انجام میشه. خب اینها فرضمون بر اینه که یک جامعه معمولی و عادی این اتفاق در هر دو سوی قضیه کار اتفاق میفته. اما ببینیم که مثلا چه عواملی باعث میشه که همین مسئله به هم بخوره. یعنی فکرشو بکنیم که کارفرما وجود داره، کار مورد نیاز رو در نظر داره، مشخصاتشو نوشته، این یکی هم توانایی های خودشو نوشته، در یه جای اینا به هم دیگه میرسه. به نظر من اولین مسئله‌ای که موجب میشه این رابطه شاید بشه گفت مبتنی بر شایسته سالاری، آیا طرف شایسته انجام این کار هست یا نه، به هم بخوره وجود ایدئولوژیه. یعنی ایدئولوژی یهو میادش توی این ماجرا و باعث میشه که اون کسی که داره مصاحبه میکنه مثلا برای گزینش مستخدم، این حالا نگاه میکنه که این یارو نمازشو درست خونده یا نه، روزشو گرفته یا نه، کراوات زده یا نزده. اینها همه میان جز به اون مسائلی که دیگه هیچ ربطی به اون کاری که میخواد طرف انجام بده نداره. من فکر میکنم تو ایران این یکی از مهمترین مسائلیه که الان در اون جامعه است. من تو اون جامعه سالهاست که نبودم، ولی حرفایی رو که میشنوم این است که وقتی من میرم تقاضای کار میکنم و کاری هم وجود داشته باشه، اول اون کارفرما موظف است که ببینه من چقدر به ایدئولوژی حاکم وابسته است. مسئله دوم وجود ارتباط و پارتی که اصلا ربطی به این دو سوی این قضیه کار نداره. این کسی که رزومه‌شو نوشته و متقاضی کاره، حالا میره دنبال این میگرده که یه جوری روی اون طرف نفوذ بکنه و او رو وادار بکنه که ای رو
از بین اونها بپسنده. خب این یه امر شایعیه، هر چقدر مملکت عقب افتاده تر میزان استفاده از ارتباط و پارتی بیشتر. در این حال تبعیضاتی که بر اساس ظاهر طرف گذاشته میشه، من اینو حتی در ایرانی هم که کار میکردم اغلب میدیدم، مثلا اگر یک کسی به سر جوانی آمده باشه که موی بلندی داره تو روشونش انداخته، ممکنه اون طرف از این موی این خوشش نیاد و همه شرایط هم که طرف داشته باشه اینو رد بکنه و نپذیری. تو فرنگستون، تو امریکا به خصوص مسئله نژادی خیلی مهمه. آیا در ایران مثلا یک افغان که سیتیزن شهروند ایران شده آیا همونقدر امکانات شغلی داره که یه نفری که ایرانیه؟ و بالاخره توقعات کارفرما، توقعات شخصی کارفرما از کسی که میخواد استخدامش بکنه، آیا طرف مثلا آدم هرزه‌ایه میخواد زنها رو استخدام بکنه؟ در استخدام زنها آیا به زیبایی و آرایش و لباس پوشیدن اونا توجه میکنه؟ ببینید همه این حرفا ضایع کننده یک پروسه خیلی طبیعیه که در یک جامعه معمولی اتفاق میفته. تو هر جامعه‌ای هم اینا هست ولی شدت و ضعف داره. میخوام بگم که نه تنها مسئله یک حکومت رانتخار، یک حکومتی که درآمدش رو نه از مالیات بلکه از منابع طبیعی اخذ میکنه وجود داره، بسیاری از مسائل دیگه هم هستش که یک روند طبیعی و منطقی گرفتن کار یا دادن کار رو مختل میکنه و همه اینها رو میشه به عنوان معیارهایی برای معمولی بودن یا غیر معمولی بودن زندگی در اون جامعه ها مورد استفاده قرار.